بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما دانش آموزای عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. باز هم خوش آمدین به یکی از دیگر درس های ما. عنوان درس امروز ما هست حفاظت دندان ها، که درسی 14 باشه و شما حتما قبل شروع درس کتاب دری، کتابچه و قلم پیشتان داشته باشین. خب آماده هستین درس شروع کنیم؟ بسیار خوب. خب دانش آموزای گل، به نظر شما کلمه حفاظت دندان ها که عنوان درس ما هست چی معنا میده؟ بله، حفاظت به معنی نگهداری هست. یعنی عنوان درس ما این را بیان میکنه که ما چگونه باید از دندانهای خود نگهداری یا حفاظت کنیم. خب دانش آموزای گل، به نظر شما ما چگونه میتونیم از دندانهای خود خوب حفاظت کنیم؟ بله، ما به خاطر از اینکه همیشه صحتمند باشیم باید نظافت مراعات کنیم. همیشه باید بدن خود پاک نگه داریم و از دندانهای خود خوب مراقبت کنیم و دندانهای خود را در اوقات معین بشوییم. و به خاطر از اینکه دندانهای ما سالم باشن باید دندانهای خود را با برس و کریم بشوییم و همچنان میدانیم که از مسواک به خاطر شستشوی دندانهای خود استفاده کنیم و در ضمن به خاطر از اینکه دندانهای ما سالم باشه و خراب نشه ما باید هیچ وقت چیزهای سخت با دندانهای خود میده نکنیم. بسیار خوب. خب دانش آموزای گل، به نظر شما ما باید چی وقت دندانهای خود بشوییم؟ بله، ما باید دندانهای خود را زمانی که غذا میخوریم بعد از غذا خوردن دندانهای خود را بشوییم. یعنی سه وقت که غذا میخوریم، یکی صبح هست، یکی چاشت هست، یکی غذای شب است. زمانی که غذا را خوردیم و بعد از غذا خوردن دندانهای خود را بشوییم و زمانی که دندانهای خود را شستیم نباید دیگه چیزی بخوریم. بسیار خوب. خب دانش آموزای نازنین، شما هم کتابای دری خود را باز میکنین و متن درس با هم میخوانیم. صفحه 27 است. درس 14 حفاظت دندانها. در قسمت هم یک تصویر داریم که دو پسر دندانهای خود را برس میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظافت بدن و پاکی دندانها و دهنم بسیار توجه دارم. بعد از خوردن غذا دندانهایم را با برس و کریم یا مسواک می شویم، زیرا برس و مسواک نمودن دندانها به طور منظم باعث سلامتی دندانها می شود و از پوسیدگی آنها جلوگیری می کند. برس و مسواک زدن بوی بد دهان را از بین می برد. برای اینکه دندانهایم سالم بماند شیرینی زیاد نمی خورم و هیچگاه با آنها چیزهای سخت را نمی شکنم. خوردن میوه ها، سبزی ها و محصولات شیری که دارای ویتامین و کلسیم می باشد برای حفاظت و سلامتی دندان ها بسیار مفید است. خب دانش آموزان نازنین، اگر شما در خواندن متن مشکل داشتین متن درس را باز تکرار کنین و گوش کنین که
شکلتان باز رفت شدم. خب در قسمت فعالیت ها گفته که به خواندن متن درس گوش فرا دهید، متن درس را با آواز بلند بخوانید، کلمه های نظافت، سلامتی و حفاظت را در جمله های مناسب به کار ببرید و در کتابچه های خود بنویسید. خب در این قسمت سه کلمه هست که شما این کلمات را در کتابچه تا نوشته می کنین و بر هر کدامش یک جمله باز نوشته کنین. جمله های زیر را در کتابچه های خود نوشته آنها را با کلمه های داخلی چوکات تکمیل کنید. خب دانش آموزای گل، ما در قسمت دو جمله داریم که جمله های ما دارای خانه های خالی هست و یه خانه های خالی را توسط کلماتی که در داخل چوکات می باشه باز پر میکنین. نوشته هست که بعد از خانه خالی غذا دندان هایم را بورس می کنم. شما در قسمت خانه خالی یکی از کلمات باید در قسمت نوشته شد و هر کدامش که مناسبی از جمله بود با شما نوشته می کنین. جمله بعدی ما هست من به خانه خالی بدن و بازم خانه خالی دندان ها و دهنم بسیار توجه دارم. شما این خانه های خالی را توسط کلماتی که در داخل سی چوکات است باز پر میکنین. در گروه ها راجع به حفاظت دندان ها با هم صحبت کنید. می با هم لغت های کتاب میخوانیم. لغت ها، شماره لغت، معنا، شماره یک، پوسیده، فرسوده و خراب، شماره دو، محصول، حاصل، شماره سه، سالم، درست، شماره چهار، حفاظت، دندان ها. خب دانش آموزای گل، شما این لغاتی که در قسمت نوشته هست و چهار دانه لغت می باشن، شما معنای لغت ها را باز می خوانین و حفظ می کنین. خب حالا هم کتابچه دری خود باز کنین و من کارخانگی روی تخته نوشته می کنم. کاری خانگی، لغت، معنا و جمله. پوسیده، فرسوده و خراب، محصول، حاصل، سالم، درست، حفاظت، نگهداری. خب دانش آموزای عزیز، شما این لغاتی که با معنای روی تخته نوشته شده برای هر کدام از لغات یک جمله را باز در کتابچه‌تان نوشته میکنین. خب در این قسمت باز شما برای این کلمه پوسیده که معنایش فرسوده و خراب است یک جمله باز در این قسمت نوشته کنین و همچنان برای کلمه محصول که معنایش حاصل هست یک جمله باز نوشته میکنین و کلمه بعدی ما هست سالم که معنایش درست هست برای کلمه هم یک جمله نوشته میکنین و آخرین کلمه ما که حفاظت هست که به معنی نگهداری می باشه و برای از این کلمه هم یک جمله را در قسمت باز نوشته می کنین. خب شماره دوم، یک خطی بنویس،
نظافت، توجه، بورس، محصولات، حاصل، مفید. خب دانش آموزای گل، شما هم برای کلمه نظافت، توجه، بورس، محصولات، حاصل و مفید از هر کدام از این کلمه ها یک خطی در کتابچه های املایتان باز نوشته میکنین. خب درس امروز ما همه قدر بود. با امید است که درس امروز خوب فهمیده باشین. شما را به خداوند یکتا می سپارم. همیشه موفق و شاد باشین.